همونطور که مستجدی دیروز صبح وقتی که ما به دادسرای اروین مراجعه کردیم که شاید بتونیم باز یک مدتی این اجرای حکم همسرم رو خانم شهلا جهانبین رو به تعویق بندازیم، خب این از جایی که میگم لذت میبرن از شکنجه و آزار فعالان سیاسی، ایشون رو بازداشت کردن و برای تحمل اون 27 ماهی که از حکمشون باقی مونده به داخل بردن، به قرنطینه است، فعلا در قرنطینه زندان اوین هست، گویا 2 هفته بعد اونجا بمونه و بعد ببینیم چی میشه. خب این که چیزی بود که در خبرها هم من خودم هم بهش پرداختم، اما چیزی که مهمه اینه که ببینین اینا الان باز یک رویکرد تقریبا کهنه ای که داشتن، یک شاید چندین سالی کنار گذاشته بودن، با روی کار اومدن این کسانی مثل آقای رئیسی در رأس قوه قضاییه و حلقه هایی که دارن اینا به هم متصل میکنن، همون تیپ سنتی که در دهه 60 به راحتی باش سرکوب میکردن فعالان رو، کشتارها و قتلهایی که انجام میدادن، این حلقه رو دارن به وجود میارن، اما که بخشی از این سیاست ها هم همین گروگانگیری خانواده فعالان سیاسی آزادی خواهان هستش که میبینیم الان چقدر این کار در طی یک سال اخیر حداقل گسترش پیدا کرده، یعنی انگار اینا جون گرفتن در صورتی که یک خطای بزرگ و راهبردی دوباره ای رو دارن انجام میدن و خوشحالم من شخصا با وجود همه زجرهایی که داریم میکشیم، خوشحالم که اینا انقدر نادان و جاهلن که فکر میکنن که میتونن برگردن به دهه 60 و اون اقتدار پوشالی خودشون رو که با سرکوب و کشتار و قتل و اعدام و شکنجه و گروگانگیری خانواده ها و اینجور چیزا پیش می بردن، این سیاست رو دوباره اعمال بکنن. به عنوان مثال هفته پیش یکی دیگه از بچه های همشهری ما آقای مهدی فردوسی، یک جوان بسیار محجوب و دوست داشتنی که من 2-3 سال پیش وقتی که توی زندان اون پرونده قبل از این بیانیه 14 با تو سر اون پرونده قبلیش من بازداشت بودم، ایشون رو اونجا در بند 6-1 زندان وکیل‌آباد وقتی دیدمش اصلا تعجب کردم، گفتم یک همچین پسری با این سیمای بقول من بیبی فیسی که داره چرا باید اینجا باشه؟ خب جرمش همون موقع یک فعالیت مختصر در تلگرام بود، اینا به همینم راضی نشدن. خب اینو چند سال فکر کنم نزدیک 2 سال اونجا در حبس بود مهدی، بعد وقتی که با عفو مشروط بالاخره مابقی حبسشو بخشیدن اومد بیرون برای یک فعالیت جزئی در تلگرام، فکر کنم 5 یا 6 سال بهش حبس داده بودن، 2 سالش فکر کنم کشید بعد اومد بیرون. خب اینم گذاشت رفت ترکیه مثل خیلی از جوانای دیگه که نمیتونن این همه رنج و بدبختی و سرکوب رو تحمل بکنن، گذاشت رفت ترکیه. با همینم باز الان اینا همینم میخوان یک جوری به طرف ثابت بکنن، بخصوص به بچه های خارج، که شما در مشت ما هستین. اونم چجوری؟ خب میبینین وقتی که اینا میرن کسان مثل روح الله زعم یا دوستان دیگه ای رو که از خارج چه کار میکنن به اصطلاح خودشون میارن، از اون طرف میان پرونده سازی میکنن، مثلا برای دختر من، برای نمیدونم خانم من، همسرم که الان هم خب دیگر دیروز وارد اروین شده و داره محکومیت خودش رو به سر میاره، یا برادر خانم مسیح علی نژاد و خیلی های دیگه که میگم اگر بخوام اسم ببرم خودش یک مثنوی 70 من کاغذی میشه. در صورت اینا الان با این روی کرد سعی دارن این پیام رو به بچه های خارج بدن که شما کاملا در مشت ما هستین و اگر بخواید دست از پا خطا بکنید به فعالیتاتون ادامه بدین، ما از این طریق شما رو تحت فشار قرار خواهیم داد، خانواده هاتون در چنگ ما اسیرن، یعنی نهایت رذالتی به طور خلاصه من اینو میخوام بگم
که یک حکومت چقدر ممکنه حقیر باشه، چقدر ممکنه اینها بیمایه و پست باشن که میان با یک همچین چیزهایی که ما این رفتارها رو در دهه 60 از اینا دیده بودیم، که این هم یک کپی بود از دوستان کمونیست خودشون، چینی ها و روسا روی این پروژه در قدیم کار میکردن و اینها دوباره ریپلی زدن به همون گذشته تاریک خودشون. اب نداره بزنین، اگر فکر میکنن که اینجوری این فعالیت های ما خاموش میشه، این صداها خاموش شدنی هست، ادامه بده. ولی همونطور که در یک کلیپی من چند وقت پیش بهش اشاره کردم، برخلاف تصور اینها نهایت ترس مرگی نیست، نهایت ترس بیپرواییه، بیپروایی که اینها در آبان گذشته دیدن و خواهند دید دوباره این اتفاقات رو خواهد داد و هر بار داره شدید و شدیدتر میشه. و من شک ندارم خودم، میگم اگر این دفعه اتفاقی مشابه آبان پارسال بیفته، اینا دیگه قادر به جمع کردنش نخواهم بود و مردم تکلیفشون رو با اینا مشخص میکنن. در هر صورت برای که شما و دوستانتون، همه کسانی که از طریق شما صدای من رو میشنون، آرزوی سلامتی دارم. امیدوارم که این کرونا حداقل دور بر این دوستان نگرده. خیلی ها رو واقعا بیچاره زمین گیر کرده این کرونا، که خانواده الان اکثرا ما بیمار داریم. اما آرزوی نهایی قایی منم رهایی ایران، سرزمین مادری ما، این مام داغدارمون از چنگال این استبداده. پیروز و موفق باشید. فعلا خدا نگهدار.